خب ممکنه شما بگین حالا ما متوجه شدیم که هیو ساتوریشن و ولیو در واقع تیرگی روشنی قلزت رنگ و خود رنگ چی هست اما چجوری میشه ازش استفاده کرد اگر شما اصول گرافیک اصول رنگ و اصول ساختاری رنگ رو میدونید از این درس میتونید صرف نظر کنید میتونید برید سراغ درس بعد اما اگر نمیدونید بعد نیست یه نگاهی با هم به این اصول بندازیم اولی عنوانی که من میخوام خدمتتون بگم اینی که کنتراست بیشتر همیشه خیلی سریعتر دیده میشه و بیشتر چشم رو به سمت خودش میکشه تا کنتراست کمتر به طور مثال ما توی این عکس اگه کنتراست بیشتری داشته باشیم راحت تر بیننده اون رو میبینه تا کنتراست کمتر در واقع میشه گفت چشمگیر تره پس کنتراست زیاد از کنتراست کم چشمگیر تره در عین حال این توجه رو هم داشته باشید که تشنج زاتر هم هست یعنی کنتراست زیاد ایجاد جنبش میکنه ایجاد تشنج میکنه ایجاد تحرک میکنه ولی کنتراست کم نه ملایم لطیف آرومه و در واقع شما توی تصویرتون اگر این خصوصیت رو به وجود بیارید تصویرتون هم از نظر حس تصویری همون چیز رو به بیننده منتقل میکنه به طور مثال اگر شما کنتراستتون خیلی کم باشه اجازه بدید من اینجا یه مقدار تصویر رو چیز تر بکنم من تیرگی هم یه خود روشن تر میکنم روشنی هم یه خود تیره میکنم شما همونطور همینطور که اینجا من دارم کاری که من اینجا میکنم دارم تصویر رو کم کنتراست تر میکنم این تصویر با وجودی که این آدم داره با این نیزه حمله میکنه شدت تشنج کمتری داره تا تصویری که به طور مثال این شکلی باشه و کنتراست زیادی داشته باشه اما عنوان دوم پس یکی از این سه عنوان که ولیو و همون تیرگی روشنی بود رو با هم دیدیم اما سچوریشن چطور؟ همیشه چیزی که سچوریشن بیشتری داره قلزت رنگ بیشتری داره خلوص رنگ بیشتری داره از رنگ کم خلوستر بیشتر دیده میشه یعنی خالصی رنگ شما هرچقدر بیشتر باشه در کنار رنگ های کم خلوستر قرار بگیره چشم گیرتر خواهد بود شما اینجا ناخودآگاه بیشتر به این مربع نگاه میکنید تا به این مربع علتش هم اینه که این رنگ قرمز خالصتر از این رنگه پس سچوریشن ما هم دقیقا همین کار رو انجام میده اگر تصویر ما تصویری باشه که رنگ زیادی داشته باشه نه اینجا مثلا بذارم سه البته کلیت تصویر رو ما معمولا نمی کنیم یه همچین چیزی رو مثل مثلا رنگ کلیت تصویر رو ما معمولا تا سه برابر بهش غلظت رنگ نمی دیم ولی حالا فرزن توی یه همچین مثالی مثلا اگر من این قسمت شکم این گلادیاتور در واقع این سپری که روی شکمش هست رو روشنتر بکنم مذارت میخوام روشنتر نکنم رنگش رو خالصتر بکنم بیشتر دیده میشه تا جاهای دیگه تصویر پس توی اینجا میاد گرفتیم که رنگ خالصتر چشم گیرتره در عین حال عین همون چیزی هم که در مورد کنتراست گفتیم در مورد خلوص رنگ هم صدق میکنه رنگ خالص زیاد توی تصویر اولا که چشم بیننده خیلی زود خسته میکنه شما اگر چهل لقه تصویر ببینید که خیلی رنگ های غلیز توش زیاده چشمتون کاملا خسته میشه شما تبلیغات یا فیلم های هالیوودی رو اکثرا اگر دقت کرده باشید خیلی خالص نیست رنگ ها فاصله داره با خلوص ولی در مقابل اون رنگ هایی که از خلوص کمتری برخوردارن آرومترن تشنجزا نیستن چشم بیننده رو خیلی دیرتر خسته میکنن تحرک خیلی زیادی ندارن در مقابل رنگ های خالص خیلی دینامیک ترن خیلی تحرک دارن خیلی از قالب خودشون میخوان انگار خارج بشن یه مقدار افسار گسیخته ترن در واقع همونطور که گفتم این خصوصیات رو ما تقریبا برای کنتراست هم داریم در مقابل برای خلوص رنگ هم میشه گفت تا حدودی این قوانین صدق میکنه اما در مورد هیو چطور این دو تا بحث رو با هم دیدیم هیو چطور رنگ های گرم رنگ های گروه گرم یعنی از قرمز تقریبا میشه گفت از اینجا بنفش از بنفشی که به قرمز تمایل داره تا زرد اصولا چشمگیرترن تا رنگ های گروه آبی و خنک پس رنگ های گرم چشم گیردرن تا رنگ های سرد همینطور که شما اینجا میبینید شما اینجا به این مربع و به این مربع بیشتر نگاه میکنید به صورت ناخودآگاه تا به این دو تا مربع دقیقا همون قانونی که توی این دو مورد گفتم در مورد کنتراست و در مورد خلوص رنگ و اینجا هم صادقه رنگ های آبی آرامش بیشتری دارن رنگ های گروه سرد لطیف ترن با شما دشمنی ندارن با شما گرفتار نمیشن گرفتار نمیشن درگیر نمیشن نبخشید ولی رنگ های قرمز چرا؟ رنگ های قرمز خیلی رنگ های گروه گرم خیلی تشنج دارن خیلی هیجان دارن خیلی دینامیکن و شاید هم علتش اینه که ما توی زندگی روزمرهمون از زمانی که به دنیا آمدیم رنگ آبی رو توی آسمون و آب دیدیم و اون رو نسبت دادیم به چیزی که آرامش داره نسبت دادیمش به چیزی که برامون آرامش ایجاد میکنه و در مقابل رنگ قرمز رنگ خونه شما اگر توی خیابون را برید کف زمین یه چیز مایه قرمز ببینید بلافاصله فاصله یه حس بدی بهتون دست میده حتی اگه رنگ باشه خون هم نباشه شاید براتون تجربه شده باشه زمانی که ترافیک توی خیابونه شما میدونید یه مقدار جلوتر تصادفی اتفاق افتاده یه مقدار شیشه خورده کف زمین ریخته به محض اینکه شما چندتا لکه قرمز روی زمین ببینید توی دلتون خالی میشه حس میکنید که یه تصادف منجر به جرح بوده یه نفر صدمه شدید دیده و رنگ قرمز و رنگ های گرم اصولا یه همچین تأثیری رو روی ذهن ما میذارن همونطور که گفتم شاید به خاطر اینکه ما توی زندگیمون یه همچین چیزهایی رو تجربه کردیم خب با این توضیحاتی که داده شد در مورد اصول خلوص رنگ اصول خود رنگ و اصول سیاهی و تیرگی هرچند که خیلی خیلی ساده بود و هرچند که قطعا با این توضیحات کسی نمیتونه ادعا بکنیم که خیلی توی رنگ استاد شده خود من اولین نفر خود من هیچ ادعایی توی اصلاح رنگ ندارم راست شوخان ولی خب دونستنش بد نیست اینجا من اگر این تصویر رو همونطور که شما می‌بینید قرمزتر بکنم سرختر بکنم تصویر داختر میشه تصویر تشنجی بیشتری پیدا میکنه و در این حال اگر آبی تر بشه اگر حالا چه هایلایت ها چه میتون ها و چه شدو ها اون رو این مقدار آبی تر بکنم تصویر ما یه خورده از اون شدت تشنجش شاید کمتر بشه